سلام، تو این ویدیو با هم دیگه می‌خوایم اینترو قطعه اگه روز بری سفر رو کار کنیم، بریم سراغ آموزش. خب همونطور که توی نوت می‌بینید قطعه‌مون تو گام سی مینور هستش، یعنی بعد نوت فا و دو رو دیز اجرا کنیم و همینطور میزان نهم 4/4 و تمپومون 170. نوت شروعمون یه چند صدایی فا دیز، ری و سی هست که رو سیم 2 فرت 7، سیم 3 فرت 7 و سیم 4 فرت 9 این سه تا نوت پیدا میشن. بعد نوت بعدیمون هست سولا سول به این شکل: سول سیم 2 فرت 8، لا فرت 10 و دوباره سول فرت 8 که به صورت همران پول آف میزنیم بشن. پس شد که ما میتونیم اینو شبیه آکورد سی مینور بگیریم و این ستار هم یه مقدار با فاصله بزنیم، به این شکل میشه و ما رو سول دوم یه مقدار کم رنگ تر صدا رو میگیریم به این شکل. پس شد فا دیز سولا سول فا دیز. تو میزان دوم یه سکوت چنگ داریم، بعد نوتمون هست ره که قبلا گفتیم سیم 3 فرت 7، سی سیم 4 فرت 9، دو دیز سیم 3 فرت 6، دوباره ره و دوباره فا دیز رو سیم 2 فرت 7 و سی رو سیم 1 فرت 7 و نهایتا به دو دیز میرسیم که سیم 1 فرت 9 اجرا میشه به این شکل. و بعد دو دیز که دو ضرب سر کردیم به اضافه اون نیم ضربی که تو میزان قبل بوده میشه دو ضرب و نیم، یه دونه سول به لا داریم و بعد یه دونه فا دیز. پشت سر هم به این شکل میشه. ضربمون رو به این شکل میشماریم: 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. پس تا الان شده توی میزان بعدیمون، یعنی میزان چهارم قطعه، فا دیز لا دو رو به این شکل میگیریم: فا دیز سیم 3 فرت 11، لا سیم 2 فرت 10 و دو دیز سیم 1 فرت 9 و بعد به نوت می میرسیم که سیم 1 فرت 12 و بعد دوباره دو دیز که سیم 1 فرت 9. دوباره می رو میزنیم و دوباره دو دیز و این دفعه سی رو سیم 2 فرت 12 میزنیم و اسلاید میکنیم رو سول سیم 2 فرت 8 به این شکل میشه. یه بار دیگه میزنم: فا دیز لا دو دیز می دو دیز سکوت می دو دیز سی، اسلاید به سول که سول به یه نوت سفید وصل شده با خط اتحاد، یعنی میشه دو ضرب و نیم امتداد صداش. پس میزان چهارم به این شکل شد. میزان چهارم پنجم هم که زدیم، میزان ششمون هست ره سی سول می فا دیز سول سی که باز یه سکوت چنگ داریم، میشه سکوت ره سی سول می فا دیز سول می رو سیم 4 فرت 2، فا دیز رو سیم 4 فرت 4 و سول رو سیم 4 فرت 5 و بعد یه سی که سیم 3 فرت 4 اجرا میشه و بعد تو میزان بعدی میریم به ره سیم 2 فرت 3 و دو دیز سیم 2 فرت 2 به این شکل شد که ما ره به سی رو داریم پول آف میزنیم. پس اگه هم میزان شیشون بزنم به این شکل شد، میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و. توی میزان قبل آخرمون بعد ره دو که زدیم رو ضرب سوممون یه سکوت چنگ داریم، یعنی میشه سه اجرایی نداریم، سکوته. روی و 4 و میزنیم لا دیز سیم 3 فرت 3، فا دیز و دوباره لا دیز، اینجوری میشه ره دو لا فا لا. و بعد تو میزان آخرمون یه سکوت داریم و بعد نوت می رو به همراه دو دیز و لا دیز همزمان میزنیم، به سول وصلش میکنیم، فا دیز رو میزنیم به دو وصلش میکنیم دو دیز و بعد نهایتا یه ره. نکته که خیلی مهمه تو دو میزان پایانی به خصوص اینه که ریتم نوت ها رو جدا با لفظ دو تمرین کنیم. مثلا میزان قبل آخر میشه دو دو اوم دو دو دو، یا میزان پایانی
دو 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 دو. وقتی که ریتم رو خوب یاد گرفتیم، حالا بیایم رو ساز بزنیم. پس اگه من یک بار از ابتدا با سرعت پایین بزنم و نوتا رو بگم، به این شکل میشه: فا سول لا سول فا، فامون هم دیازه، سکوت ره سی دو دیاز، ره فا سی دو دیاز، سول بلا فا دیاز، فا دیاز لا دو می دو، می دو سی به سول، بعد سکوت ره سی سول می فا دیاز سول سی ره دو دیاز، سکوت لا دیاز فا لا دیاز، سکوت می سول فا دیاز دو دیاز ره. حالا من یه بار قطعه رو کند اجرا میکنم. یک دو سه چهار. نکته ای که برای اجرای این ملودی باید در نظر بگیم اینه که الگوهای ریتمیک اگر برامون جدید هستن، اینها رو جداگونه روی یه سیم آزاد گیتار یا با لفظ دو تمرین کنیم و بعد که مسلط شدیم، حالا جای نوت ها رو دسته به این الگوهای ریتمیک اضافه کنیم و همینطور اول با تمپو پایین، مثلا با تمپو 120 یا 130 قطعه رو تمرین کنیم، یواش یواش تمپو رو بالا ببریم تا به تمپو 170 برسیم. ممنون از اینکه ویدیوهای من رو پیگیری میکنید. خوشحال میشم که پیج اینستاگرام من رو فالو کنید و همینطور صفحه یوتیوب من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی سریع در اختیارتون قرار بگیره. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.